همراه هستیم با افشین شاهی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه کل از لندن. آقای شاهی، به احتمال بسیار زیاد شما شنیدید سخنان آقای گروسی رو، نظرتون چیه در مورد کلیات سخنان ایشون؟ سلام و وقت شما بخیر. ببینید، از زمان بازگشت گروسی از تهران، خب طبیعتاً طبق معمول ما شاهد جنگ روایت ها بودیم، جنگ روایت های بین جمهوری اسلامی و آژانس. این امید وجود داشت که این نشست خبری بتونه تا اندازه‌ای اون خلأ اطلاعاتی و اون حاله ابهامی که در مورد تضمین‌هایی که جمهوری اسلامی به آژانس داده شده رو بتونه برطرف بکنه، اما متاسفانه باید بگم که این نشست خبری آقای گروسی نه تنها قسمتی از ابهام‌ها رو کمتر نکرد، بلکه به ابهاماتی که ما قبلا داشتیم هم اضافه کرد. عملا در این نشست خبری که شاید بیشتر از 30 دقیقه 40 دقیقه هم ادامه داشت، آقای گروسی هیچ گونه اطلاعات معناداری رو به روزنامه نگاران آیشه اگر از یک زاویه دیگه نگاه بکنیم، فکر نمی‌کنید که به نوعی صحبت‌های آقای گروسی و مقامات جمهوری اسلامی شاید به نوعی در یک راستاست؟ چون آقای گروسی همواره داشت عنوان می‌کرد که من جزئیاتی ندارم، نمیدم و تضمینی نمیتونم بدم و ما فقط باید بررسی کنیم و تلاش کنیم. مفهوم کلام تقریبا توی راستا بود. نه خب، ولی ادعایی که گروسی بعد از بازگشتش از تهران کرده بود، حداقل برای چند ساعتی باعث دلگرمی برای جامعه بین‌المللی شده بود. ایشون ادعا کرده بود که مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی به ایشون تضمین دادن که اون مکانیزم های نظارتی آژانس روی سایت های بسیار حساس از جمله فردو افزایش پیدا بکنه. ولی خب ما دیدیم که چند ساعتی نگذشته بود که کمالوندی و مقامات دیگه جمهوری اسلامی گفتند که در این سفر دو روزه گروسی نه در مورد دسترسی به افراد صحبتی شده بود و نه در مورد افزایش مکانیزم نظارتی آژانس در سایت های مهم، و مهمتر از اون هیچ صحبتی هم ظاهرا در مورد اون ابهاماتی که آژانس در مورد اون سه سایت مشکوک داشته در این دو روز صورت نگرفته. و خب این سوال مطمئناً برای بینندگان شما به وجود میاد که دقیقاً اگر که این مسائل بین گروسی و مقامات جمهوری اسلامی در اون سفر دو روز مطرح نشده، اینها دقیقاً در مورد چه مسائلی صحبت کردن. و در همین نشست خبری هم که روزنامه‌نگاران متفاوت در مورد این ابهامات صحبت می‌کردند، تنها جوابی که گروسی میتونست ارائه بکنه اینی که من سیاستمدار نیستم و وارد مسائل سیاسی نمیشم. خب این یعنی چی که من وارد مسائل سیاسی نمیشم؟ این یعنی چی که من هیچگونه واکنشی به در واقع بیانیه‌های رسمی مقامات جمهوری اسلامی نمیدم؟ این یعنی چی؟ خب مگر غیر از این که مشکلات هستی جمهوری اسلامی گره خورده به ساختارهای سیاسی این رژیم؟ این کنفرانس خبری که در مورد تاریخ هنر نبود که ایشون بگه من نمیخوام هیچ گونه اظهار نظری در مورد سیاست روس بکنم و نمیخوام هیچ گونه اظهار نظری در مورد بیانیه‌های رسمی مقامات جمهوری اسلامی بکنم. از ایشون سوال میشه که خب ببینید، این مشکلاتی رو که الان شما دارید در موردش صحبت میکنید مدت‌های طولانی ادامه داشته و در این مدت جمهوری اسلامی هم به اون نقطه غیر قابل بازگشت نزدیکتر شده. آیا آژانس یک جدول زمانی رو میتونه برای ما تعیین بکنه که در این جدول زمانی خاص حداقل قسمتی از این ابهامات برطرف بشه؟ ایشون حتی ظرفیت این رو نداشت که بتونه یک جدول زمانی رو تعریف بکنه. یکی از خبرنگاران از اون سوال کرد که آیا شما این ضمانت رو میدید تا نشست بعدی آژانس در ماه جون قسمتی از این مشکلات برطرف شده؟ حتی باز هم ایشون قادر نبود که بتونه در واقع کوچکترین شفافیتی رو به وجود بیاره. و همینطور که من اشاره کردم، اون خلأ اطلاعاتی رو که ما در ساعت‌ها و دو روز گذشته داشتیم، متاسفانه این نشست خبری در واقع برطرفشون نکرد. آقای شاهی، یه نکته دیگه ای که وجود داشت در صحبت‌های آقای گروسی، نظر شما رو میخوام بدونم، این هست که
عنوان میشد که هر چقدر که به او اصرار میکردند که نگران غنی‌سازی نیستی، عنوان میکرد که نه نگران نیستم، به خاطر اینکه ما داریم تلاش خودمون رو میکنیم. و یه نکته دیگه که اشاره کرد این بود که آژانس مطمئنه که انباشتی وجود نداره. این نکته بسیار نکته مهمی است. اگر که واقعا جمهوری اسلامی غنی‌سازی کرده، پس چه شده؟ اگر نکرده، شما چجوری تضمین نمیتونید بدید و نمیتونید تایید بکنید؟ این تناقض فاحشی بود به نظر میاد. بله، یک سری استدلال های فنی ایشون آورد که خب قابل قبوله. خب بعضی وقتا در تحرکات این سانتریفیوژها امکان داره یک پیک اتفاق بیفته و اون در واقع فرایند غنی سازی به یک مرحله بالاتری برسه. خب ما این رو میتونیم بپذیریم که شاید، البته من مطمئن نیستم در مورد در واقع حقیقت بودن این مسئله، که خب شاید یک اتفاق فنی افتاده، یک مشکل فنی به وجود اومده و در اون مقطع زمانی در واقع اون پروسه به 84% رسیده. خب شاید در مورد این در واقع یک ابهام فنی وجود داشته باشه، اما در مورد این که اورانیوم غنی شده 60% جمهوری اسلامی امروز دو برابر شده، در مورد این که دیگه اختلاف نظر فنی وجود نداره، در مورد این که دیگه هیچ گونه ابهامی وجود نداره، که خصوصا در ماهای گذشته جمهوری اسلامی با استفاده کردن از سانتریفیوژهای بسیار پیشرفته IR6 حجم در واقع ذخایر اورانیوم 20% و 60% خودش رو به شکل حیرت آوری افزایش داده و این دیگه نمیتونه تصادف باشه، این دیگه نمیتونه اتفاق باشه، بلکه برگرفته و بر محور یک سیاست آمدانه برای افزایش این حجم خطرناک اورانیوم غنی شده 60% هست. آقای شاهی، وقتی که خبرنگار ایران اینترنشنال احمد صمدی ازش پرسید که چه تضمینی گرفتید، او جوابش این بود که هیچ تحمیلی وجود نداره، ما میتونیم گفتگو بکنیم. آیا واقعا در سازوکار حقوق بین الملل هیچ تضمینی نمیشه گرفت یا هیچ تحمیلی وجود نداره؟ ممنون میشم اگر کوتاه پاسخ بدید، حدود یک دقیقه وقت دارید. بله 100%. ببینید، جمهوری اسلامی مجبور هست به خاطر تعهدات بین المللی خودش پاسخگوی آژانس باشه برای تحرکات هسته‌ای خودش. اگر که جمهوری اسلامی امتناع بکنه برای شفاف سازی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای خودش، عملاً قوانین بین‌الملل و مسببه 2231 که سازمان ملل رو نقض کرده. گرچه که ما دیدیم در دو سال گذشته عملاً جمهوری اسلامی تمام تعهدات قانونی خودش رو هم به آژانس و به هم قوانین بین‌الملل رو نقض کرده و تا به امروز عملاً عکس العمل آنچنان جدی هم از طرف جامعه بین‌المللی ندیده. در صورتی که این سطح نقض کردن قوانین بین‌الملل و نقض قوانین آژانس باید شرایطی رو به وجود بیاره که در همین نشست شورای حکام در واقع مسببه قابل توجه و مسببه جدی علیه جمهوری اسلامی تصویب بشه. افشین شاهی، استاد روابط بین‌الملل، ممنونم که ما رو همراهی کرد.